ساخت و مونتاژ موتور هلیکوپتر میل 28 و کاماف 52 در ایران. ایران چگونه و کی به فناوری موتور TV3 دست پیدا کرده؟ از داستان خرید فناوری موتور میل 17 و 28 روسی توسط ایران تا امکان نصب برای پروژه‌های هلیکوپتری آینده ایران، یعنی طوفان 3 وزارت دفاع و وایپر بومی ارتش، با ما همراه باشید. سلام عزیزان دل، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل جنگاور. موتورهای هوایی رو میشه جزو سخت‌ترین و چالشی‌ترین اجزای یک هواگرد برای ساختش دونست. موضوعی بسیار ارزشمند که به تنهایی میتونه نصب‌بندی جنگنده‌ها و هلیکوپترهای مختلف رو عوض بکنه. و به دلیل اهمیت بالای فناوری‌های موتورهای هوایی هستش که همیشه تلاش برای توسعه تکنولوژی‌های متریال‌های فوق سخت برای ساخت موتورهای با کیفیت تر در جریانه. خب اگه کمی با صنعت هوایی ایران آشنا باشین، حتما میدونین که پاشنه آشیل کل صنعت هوایی ایران مثل سایر بخشای خودش، یعنی ماشین سازی، مشکل تامین موتورهای مناسبه. و در واقع به دلیل تحریم‌های گسترده و ریسک همکاری با ایرانی که کمتر کشوری حاضر به فروش فناوری‌های تولید موتور یا اصلا موتورهای هوایی به ایران میشه. و خب زمانی که در مورد یه موتور هوایی با کاربرد نظامی هم حرف بزنیم، این سختی‌ها دو سه برابر میشه. پس به همین دلایل که صنعت هوایی 40 سال تحریم شده ایران همیشه به دنبال روزنه‌هایی برای کمرنگ‌تر کردن این مشکل بزرگ خودش هست، که در این ویدیو قراره به یکی از این روزنه‌های جالب ایران بپردازیم، یعنی داستان انتقال فناوری موتور توربوشافت TV3 از اوکراین به ایران در دهه 80 شمسی. موتوری بسیار موفق در بین کشورهای بلوک شرق که اگه با این از هلیکوپترهای مثل میل 17، میل 28 و میل 35 و حتی کاموف 52 آشنا باشین، باید بدونین که این موتور روی همه این هلیکوپترهای موفق نصب شده و پرتیراژترین موتور توربوشافت تاریخ جهانه که توی همه هلیکوپترهای شرقی حدود 5 دهه میشه که داره نصب میشه. و خب توی این برنامه ما میخوایم به داستان ورود فناوری این موتور در ایران بپردازیم و ببینیم که آیا ممکنه که این موتور 2000 اسب بخاری روی پروژه‌هایی مثل هلیکوپتر طوفان 3 وزارت دفاع و یا وایپر بومی صنایع یا علی ارتش نصب بشه. پس خیلی خوشحال میشیم که این ویدیوی مهم رو اصلا از دست ندین و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. داستان ساخت موتور TV3 برمیگرده به اوج دوران صنعت هلیکوپتر سازی جهان، یعنی دهه 60 میلادی، زمانی که جنگ ویتنام در اوج خودش بود و آمریکا تونسته بود با استفاده از هلیکوپترهای سری بل 204 و بل 205 موفقیت‌های زیادی در طول این جنگ به دست بیاره و مفهوم هلیکوپترهای جنگی به عنوان یک سلاح جدید به تازگی توی جهان موج شده بود. و از اونجایی که شوروی رقیب اصلی آمریکا بود، دست به طراحی و ساخت هلیکوپتر میل 8 در سال 1961 زد و در این گیرودار بود که هلیکوپتر بسیار موفق میل 8 در شوروی زاده شد. هلیکوپتری که با اصل و اصول جنگ ویتنام، یعنی جنگ در شرایط سخت و با امکانات کم ساخته شده و به جز کیفیت بالای ساختی که داشت، نگهداری بسیار ساده‌ای هم داشت. و بعدها به دلیل موفقیت بالایی که این هلیکوپتر داشت، در سال 1977 با بازطراحی بدنه و کشیده تر شدن میل 8، میل 17 متولد شد که با گذشت بیش از 46 سال از رونمایی همچنان در خط تولید قرار داره و بالای 15,000 فروند از این هلیکوپتر در جهان تولید و در 70 کشور جهان عملیاتی هستش. ولی خب دلیل موفقیت بالای این هلیکوپتر در چیه که این هلیکوپتر رو اینقدر محبوب کرده؟ دلیل موفقیت میل 17 که اونو تبدیل به پرتیراژترین هلیکوپتر تاریخ کرده چیزی نیست جز قلب تپنده این هلیکوپتر، یعنی موتور TV3. در واقع موتور هلیکوپتر رو میشه اصلی ترین دلیل موفقیت این هلیکوپتر روسی دونست. موتوری که اختصاصاً به عنوان یک موتور توربوشافت یا همون موتور بالگردی خودمون ساخته شده، یه نگهداری بسیار آسونی داره و هر کشوری میتونه بدون هیچ زیرساختی به راحتی این موتورها رو تعمیر و نگهداری بکنه.
به طوری که نیروهای یمنی در طول جنگ 8 ساله خودشون بارها از این هلیکوپتر بر ضد عربستانی‌ها استفاده کردن، در حالی که یمنی‌ها نه زیرساختی براشون مونده و نه میتونن به شکل دائمی قطعات این هلیکوپتر رو دریافت بکنن. و در کل این موتور به قدری کامل و درست طراحی شده بود که در تبدیل میل 8 به میل 17 طراحان شوروی تنها به بدن و سیستم‌های هیدرولیکی این طرح دست دادن و از اونجایی که ممکن بود پروژه خراب بشه تقریبا هیچ دستی به موتور TV3 نزدن. و بعدها بعد از دیدن عملکرد بالای این موتور بود که شوروی دست به استفاده گسترده موفق‌ترین موتور توربوشافت خودش برای تمامی طرح‌های هلیکوپتری سنگین خودش از جمله میل 24، 28، 35 و هلیکوپترهای سری کاموف زد. و بعد از اون 10-20 سال بود که چرخه تامین قطعات TV3 به حدی بالا رفت که حتی همین الانش هم تمامی هلیکوپترهای جدید صنایع هلیکوپترسازی روسیه از همین موتور استفاده میکنن. و یه جورای TV3 حکم موتور پراید توی خانواده تیبا و ساینا توی ایران رو داره. TV3 در کل در چندین نسل و مدل رونمایی شده که مشهورترین و پرتیراژترین سریش که بالای 70,000 موتور ازش تولید شده 2000 اسب قدرت داره، ولی خب نسخه‌های 2500 اسب بخاری از این موتور هم موجوده که به دلیل چرخه تامین قطعات راحت‌تر نسخه 2000 اسبی بیشتر همه به دنبال این سری میرن. اما خب ایران چگونه با TV3 آشنا شد؟ همه چیز برمیگرده به جنگ ایران عراق، یعنی میدون جنگی که دوباره بعد از جنگ ویتنام محل آزمون خطای هلیکوپترهای شرقی و غربی شده و هلیکوپترهای کبرا و بل 214 ایرانی در برابر ستونهای میل 17 و میل 24های عراقی قرار گرفتن. و همونجوری که کبراها و بلهای ایرانی در جنگ عملکرد خوبی داشتن، هلیکوپترهای شرقی عراق هم عملکرد خوبی داشتن و چون نسبت به هلیکوپترهای غربی ایران یوغورتر بودن، شانس انهدام کمتری داشتن. چون اگه یکی از دو موتور TV3 از این هلیکوپتر مورد اصابت قرار میگرفت، باز هم هلیکوپتر با یه موتور دیگه میتونست کارشو بکنه و برگرده، چیزی که در کبراها و یا بل 214 های ایرانی به دلیل تک موتور بودن بل 214 و یا نزدیک بودن دو موتور کبراها کمتر شاهده شد. و خب در کل ایران به چغری هلیکوپترهای عراقی در جنگ پی بود و با پایین جنگ بود که گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، حاضر شد با دادن برگه سفید به ایران هر سلاحی که ایران میخواست رو بهش تحویل بده. که حالا تیه اتفاقاتی که افتاد، با وجود پیشنهاد میل 17 های روسی ارتش ایران توسط ستاد کل، ارتش با خرید میل ها مخالفت کرد و سپاه خریدار 50 فروند از این هلیکوپترها شد و در نهایت 70 تا 80 میل 17 برای چندین ارگان نظامی وارد ایران شد. و بر اساس قوانین خرید و فروش تجهیزات هوایی نیز به جز 160 موتور خود هلیکوپترها 100 تا 180 موتور یدکی نیز وارد ایران شدند و ایران صاحب چیزی در حدود 300 موتور TV3 شد. اما با گذشت زمان بود که سپاه و نیروی انتظامی و هلال احمر بسیار از این هلیکوپتر خوششون اومد، چون با وجود اینکه این ارگان ها صنایع تخصصی و اوورهال بارگردی مثل صنایع یا علی ارتش در اختیار نداشتن، به راحتی میتونستن اونا رو تعمیر و نگهداری بکنن. پس اینجا بود که شرکت پنها که بزرگترین شرکت تعمیرات هلیکوپتر در کل خاورمیانه هست، به فکر خرید لایسنس های تولید هلیکوپتر میل 17 در ایران افتاد و به تبع پروژه‌ای با نام پنهای 3 در ایران و در اواخر دهه 80 شمسی شروع شد. ولی خب در این بین ایران به دنبال همزمان قطعات موتور TV3 از بزرگترین تولید کننده این موتور در اون زمان هم بود، یعنی اوکراین. همونجوری که میدونین اوکراین تا پیش از سقوط شوروی جزی از اتحادیه کمونیست شوروی بود. از اونجایی که اوکراین جزی از خاک شوروی حساب میشد، بخشای زیادی از صنایع تولید تانک، صنایع درگاهی و موتورهای هوایی در این کشور باقی مونده بودند. و در این بین کارخونه بزرگ تولید موتورهای TV3 نیز جزو میراثهایی بود که اوکراین به ارث برده. ولی خب برخلاف صنایع نظامی بزرگی که به ارث برده بودند، اوضاع اقتصادی اوکراین آنچنان تعریفی نداشت و به همین دلیل بود که اوکراینی‌ها بخش زیادی از تجهیزات، زیرساخت‌ها و فناوری‌هایی که در اختیار داشتن رو به فروش گذاشته بودند تا مشکلات اقتصادی خودشون را کمتر بکنند. پس اینجا بود که متخصصان ایرانی که به قصد تعمیر موتورهای یدکی به اوکراین رفته بودند، تونستن خط مونتاژ و فناوری لازم برای تولید بخش‌هایی که در ایران اقتصادی بود رو از اوکراینی‌ها دریافت کنند. و با مساعدت‌هایی که بین دولت ایران و اوکراین صورت گرفت، صنایع حصان و پنهای ایران تونستن اولین موتور توربوشافت TV3 ساخت ایران رو در اواخر دهه 80 شمسی مونتاژ بکنن.
بساط سر بگیر. از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی بود که ایران رسماً جزو تولید کنندگان موتورهای توربوشافت TB3 شد و به همین دلیل که کشور هیچگاه در بخش تامین قطعات این موتور به مشکل بر نخورد. در ادامه بعد از موفقیت در این پروژه بود که شرکت پنها حسابی شیر شده بود که پروژه پنها 3 رو هم با خرید لایسنس های خرید و اوورهال رسمی از روسیه دریافت بکنه و ایران عملا به تولید کننده یه میله 17 تبدیل بشه. ولیکن به دلیل قیمت 4 میلیارد دلاری پیشنهادی از سوی روسیه و اینکه قیمت این پروژه بسیار بالا بود، پنها از فکر تولید میله 17 در قالب پنها 3 در اومد و فعالیت های پنها به تولید قطعات پرمصرف ولی اقتصادی TB3 و در نهایت اوورهال های سنگین میل 17 های سپا و فراجا و هلال احمر محدود شد. ولی خب حالا یه سوالی برای همه ما ایجاد شده و اونم اینه که چرا ایران با وجود توانایی تولید و مونتاژ TB3 در ایران همچنان مشکل تولید موتورهای توربوشافت داره و اونو روی هلیکوپترهای غربی مثل بل 214 نصب نکرده؟ آیا اصلا آیا ممکنه که این موتور روی پروژه های جدید وزارت دفاع و ارتش نصب بشن؟ خب دلیل این مسئله برمیگرده به خود هلیکوپترها و صنایع هلیکوپتری ایران. چون هلیکوپتری مثل بل 214 در واقع یه هلیکوپتر غربی و با قطعات و سیستم پاشش سوخت و چندین استاندارد غربی ساخته شده. و به دلیل اینکه تقریبا 90% ناوگان فعلی هوا نیروز در واقع همون هلیکوپترهای زمان شاه هستن، امکان نصب این موتور روی این هلیکوپترها وجود نداره. و از اونجایی هم که برنامه تولید پنهای 3 کنسل شدش، ارگانهایی مثل هوا نیروز سپاه و هوا ناجا به جز تعدادی میل 17 های روسی، تعدادی هلیکوپتر غربی هستن خودشون دارن، به دنبال ایجاد چنین کاری نمیرن. چون با این کار کلا یه هلیکوپتر جدید باید طراحی بشه که کل سیستم های هلیکوپتر جدید هم چون دوباره طراحی شدن، هزینه بالایی برای تولید نگهداری خواهند داشت. پس به جز ساخت یک هلیکوپتر جدید بر اساس استانداردهای شرقی، نمیشه توقع داشت که این موتور روی هلیکوپتر ساخت ایران نصب بشه. ولی خب ما توی کشور پروژه‌ای داشتیم که قرار بود TB3 روشون نصب بشه. از جمله این پروژه‌ها میشه به پروژه شاهد 216 صنایع شاهد سپاه اشاره کرد که سازنده پهپادهای شاهد 136 های مشهور ایرانی هم هستش. و خب صنایع شاهد قصد شاهد 216 رو با موتور شرقی TB3 در کشور بسازه. ولی در نهایت این پروژه با انتقال به وزارت دفاع و با وجود طرح‌های مدرن‌تری مثل طوفان 3 به نفع طوفان 3 کنسل شد. اما در مورد طوفان 3 و پروژه وایپر بومی ارتش چی میتونیم بگیم؟ در مورد وایپر بومی ارتش باید بگم که چون هوا نیروز ارتش اساساً غربی هستش و در این ارگان نظامی هیچ علاقه حتی 1% هم به هلیکوپترهای شرقی وجود نداره، داستان نصب این موتور روی وایپر بومی که به زودی باید شاهد رو نمایش باشیم کنسل. و جالبه بدونین این عدم علاقه به حدی توی هوا نیروز ارتش زیاده که هوا نیروز ارتش با خرید هلیکوپتر میل 28 مخالفت کرد و سپاه این هلیکوپترها رو سفارش داد که با طولانی شدن جنگ اوکراین این سفارشات هنوز تحویل سپاه نشدن. در مورد طرح طوفان 3 وزارت دفاع هم مشاهده همچنین طرز فکر هستیم و وزارت دفاع برنامه داره تا از موتور مشترک TB7 بومی که توسط صنایع یاعلی داره ساخته میشه استفاده بکنه. و اگه بخوام ساده سر بگم، موتور TB3 به دلیل اینکه ریشه شرقی داره و بزرگترین دارنده کل کشور یعنی ارتش هم بهش علاقه نداره، در هیچ پروژه ساخت هلیکوپتری در کشور جایی نداره و موفق‌ترین موتور هلیکوپتری جهان در واقع به نفع مهندسی معکوس موتور TB7 یعنی موتور هلیکوپتر موفقی مثل وایپر و ونوم و بلاک هاوک به جز در تعمیرات دوره‌ای هلیکوپترهای قدیمی ایران هیچ جایی نداره. و بر اساس این گفته ها باید هم بگم پرونده ساخت و تولید قطعات موتور TB3 در ایران به همین رفع نیازهای داخلی و در نهایت صادرات به کشورهای دوستی مثل سوریه و همچنین بازار سیاه محدود میشه. البته ناگفته نمونه که به زودی و با ورود میل 28 های سپاه و کاموف 52 هوادرگای ارتش، دوباره مصرف این قطعات در ایران جهش خواهد داشت و روزنه امیدی برای ادامه این تولیدات در کشور وجود داره. همچنین ناگفته نمونه که بجز میل 28 هایی که برای همان نیروز نیروی زمینی سپاه هستند، کاماف ها برای هوادرگای نیروی دریایی ارتش هستند و هیچ ربطی به همان نیروز نیروی زمینی ارتش ندارن. و دوستان فکر نکنن که این هلیکوپترها وارد همان نیروز ارتش خواهند شد.
و خب اگه درخواست شما دوستان تا حد زیادی باشه، حتما توی ویدیوی تخصصی به خریدهای هلیکوپترگ ارتش و سپاه نیز خواهیم پرداخت. و میبینیم که کاموفای 52 روسی با موتور جنگنده میگ 35 برای چی قراره وارد نیروی دریایی ایران بشن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.